شبکه اجتماعی ایکس که پیش از این با نام توییتر شناخته می شد در یک پرونده قضایی در آمریکا به کمک به عربستان سعودی برای نقض حقوق بشر متهم شده است. بنابر همین گزارش، شبکه اجتماعی ایکس بنابر درخواست مقام‌های عربستان داده‌هایی از کاربران خود از جمله اطلاعات خصوصی آنها را افشا کرده است. این سطح از همکاری ایکس با مقام‌های عربستان فراتر از سطح همکاری این شبکه اجتماعی با مقام‌های کشورهایی همچون آمریکا، بریتانیا و کانادا است. این شکایت توسط خواهر یک امدادرسان عربستانی که پس از ناپدید شدن در این کشور به 20 سال زندان محکوم شد، ثبت شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر چند روز پیش صدور حکم اعدام برای یک کاربر اینترنتی به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی توییتر و یوتیوب را محکوم کرده بود. آمار سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که عربستان در سال 2022 پس از چین و ایران بیشترین میزان اجرای حکم اعدام را داشت. این کشور دست کم 99 نفر از جمله چند جوان بیگناه حاشیه را از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون اعدام کرده است. این در حالی است که 148 نفر در سال 2022 در این کشور اعدام شدند. دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی، از بغداد با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. سلام به شما و بینندگان محترم شما. طرح این گونه شکایات چه تأثیری بر معرفی مقامات عربستان به عنوان ناقضان حقوق بشر در سطح جهانی خواهد داشت؟ بفرمایید. خواهش میکنم. واقعا ما دو تا دنیا داریم، دو تا دنیا در آن زندگی میکنیم، یک دنیای مجازی و دومی دنیای واقعی. قضایای حقوق انسان متعلق به دنیای مجازی هیچ وقت دستی به دنیای واقعی نداره. اینو میتونیم ثابت کنیم که عربستان سعودی میتونه آدم بکشه، اعدام کنه و هر کاری که میخواد بکنه میکنه، ولی بعد از چند سال که ذهن مردم این کارا رو فراموش میکنه، همون چارلز پادشاه انگلستان از محمد بن سلمان برای زیارت لندن دعوت میکنه، همون محمد بن سلمانی که خاشقچی رو کشت و لندن خیلی اعتراض کرد ولی الان برگشت و دعوتش کرد. همین محمد بن سلمانی که در کشور خودش با آقای عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نشسته و از رئیس جمهوری ایران دعوت میکنه. اینها دنیای مجازی را با دنیای واقعی مخلوط میکنن. دنیای مجازی دنیای حقوق بشر است که هیچ وقت به دنیای واقعی نمیرسد. این را باید فهمید که در دنیای مجازی حقوق بشر اعتراض میکنند، رأی میدهند، ولی اثری در دنیای واقعی نخواهد کرد. بله، با وجود هشدار نهادهای بین المللی، چرا آمارهای نقض حقوق بشر و اعدامها به ویژه اعدام جوانان شیعه کاهش نیافته است؟ از آخر سوالتون بگیرم، جوانان شیعه اعتماد به کشورهای شیعه دارن. کشورهای شیعه عراق و ایران می باشند. عراق و ایران مصلحت نظام خود را بیش از جوانان شیعه می برند. یعنی اگر مصلحت یا تشخیص مصلحت نظام در ایران این را ببیند که باید شیعه ها در عربستان و بحرین کشته شوند و رأی ندهد، رأی نخواهد داد. ولی اگر این قضیه در مصلحت تشخیص نظام گونه ای فهمیده شد که میبایست ما الان چیزی از عربستان بگیریم، ممکن است که ایران اعتراض کنند. این در صورت کلی در عراق و ایران، در دو رژیم عراق و ایران، این دو تشکیل دهنده یک دنیای مجازی دروغین هستند که فقط حرف میزنند و همون گونه که حسنی مبارک رئیس راحل مصر گفت، آنها حرف بزنند و ما کارمون را می کنیم. پس کشورهایی که می خواهند حرف بزنند، سازمانهای حقوقی که می خواهند رأی بدهند، بدهند و منتشر کنند. اثری
در پول عربستان و قدرت سیاسی و نظامی و مالی عربستان در جهان اثری نخواهند کرد. و کشورهایی که ما اعتقاد داریم که ممکن است از شیعیان دفاع کنند هیچ وقت دفاع نخواهند کرد. چرا؟ چون نتیجه گیری ما از این گرفته که این کشورها و به خصوص ایران و عراق که حکومت شیعی دارند هیچ وقت قضیه شیعیان زندانی یا اعدامی ها در عربستان یا در بحرین را به روی این کشورها نکشیده است. الان آقای عبداللهیان چند روز پیش خوشحال و خوشنود از عربستان به سوی سوریه رفت و گفت عربستان آماده صلح با سوریه است. ما تمام این مشکلات را با آنها مباحثه کردیم، در حالی که جوانان شیعه در همان عربستانی که آقای عبداللهیان در آن بود اعدام می شدند، ولی ایشان به مصلحت نظام خود نگاه می کرد، منافع سیاسی کشورش و رژیمش به کجا می خواهد برود. اینها من به این جوانان هشدار می دهم آقایون لطف کنید جون خود را حفظ کنید و هیچ اعتماد به هیچ کشور دیگری نداشته باشید. بله، با تشکر از دکتر محمد عیسی خاقانی که از بغداد با ما همراه بودند.